عمران خان، امریکا افغانستان را به بهانه مبارزه با تروریسم اشغال کرد. فعالیت دوباره اداره پاسپورت در کابل، یک روز اختصاصی برای توزیع پاسپورت به طالبان. شرط امریکا برای ارائه کمک به دولت طالبان. و یک خبر خیلی تازه از داخل پنجشیر در مورد جبهه مقاومت ملی. با یاد خدا به مجموعه خبری مهم این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخر این ویدیو با ما باشید. عمران خان، امریکا افغانستان را به بهانه مبارزه با تروریسم اشغال کرد. عمران خان نخست وزیر پاکستان گفته است که امریکا 20 سال افغانستان را به نام جنگ با تروریسم اشغال کرد. با گزارش رسانه های پاکستان، عمران خان این گفته ها را در گفتگو با الجزیره بیان کرده است. به نوشته این رسانه پاکستانی، عمران خان با ابراز نگرانی از بحران افغانستان گفته است که افغان ها با گرسنگی شدید روبرو هستند و ایالات متحده باید از آنها حمایت کند. نخست وزیر پاکستان گفته است من نفهمیدم که ایالات متحده می خواهد در افغانستان به چه اهداف دست یابد. آنها 20 سال این کشور را به نام استیلای جنگ علیه تروریسم اشغال کردند. عمران خان اخیراً چندین بار در مورد ماموریت امریکا در افغانستان اظهار نظر کرده است. او اوایل هفته گذشته نیز در اظهارات گفته بود که امریکا در افغانستان اشتباهات انجام داد که پاکستان بار سنگین آن را متحمل شد. از سوی دیگر امریکایی ها میگویند سیاست دوگانه پاکستان در قبال افغانستان باعث شکست ماموریت ایالات متحده شد. رابط رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا به تازگی گفته است شکست ماموریت ما در افغانستان تا حد کم به دلیل سالها رفتار دوگانه پاکستان بود. مرد در پروان به دلیل تنگ دستی خودکشی کرد. منابع محلی در پروان میگویند که یک مرد 40 ساله به دلیل فقر و تنگ دستی به زندگی خود پایان داده است. این مرد محمد نجیب نام داشته و پدر 6 فرزند بوده است. گفته شده که او راننده موتر مسافربری بوده اما چند بدین سو بیکار شده بود. او جمعه شب 26 قبل در روستای تتمدره واقع در مرکز ولایت پروان به دلیل فقر و تنگ دستی خودش را القویز کرده است. مورد مشابه از سایر ولایات نیز طی روزهای اخیر گزارش شده است. گفتنی است که قطع کمک‌های خارجی و تحریم مالی طالبان افغانستان را با بحران بزرگ بشری مواجه کرده است. به گفته برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل، 22.8 میلیون نفر در افغانستان با مشکل غذایی شدید روبرو هستند. یک عالم دینی در کابل ترور شد. وزارت داخلی طالبان ترور یک عالم دینی در شهر کابل را تایید کرد. از آن معاون سخنگوی وزارت داخلی طالبان در پیام به خبرنگاران از این عالم دینی بسم الله شاکر یاد کرد و گفت که او توسط دشمنان اسلام کشته شده است. او جزئیات بیشتر ارائه نکرده و افزوده است که قضیه ترور این عالم دینی بررسی و عاملان آن بازداشت خواهد شد. در این زمینه خبرگزاری باختر گزارش داده است که مولوی بسم الله شاکر آمر دیپارتمنت دارالعلوم عربی کابل بود و بامداد امروز شنبه 27 قبض در مربوطات حوزه 17 شهر کابل ترور شده است. دیروز نیز مولوی عبدالسلام حابد از عالمان دینی هدف یک انفجار قرار گرفته و زخمی شده است. مسئولیت این دو رویداد را کسی و یا گروهی بر عهده نگرفته است. فعالیت دوباره اداره پاسپورت در کابل، یک روز اختصاصی برای توزیع پاسپورت به طالبان. عالم گل حقانی رئیس اداره پاسپورت در دولت طالبان اعلام کرد که روند توزیع پاسپورت در کابل به گونه عادی فردا یکشنبه 28 قبض دوباره آغاز می شود. او شنبه 27 قبض در یک نشست خبری با اعلام این موضوع گفت که پس از این روزهای پنجشنبه برای توزیع پاسپورت به نیروهای طالبان اختصاص می یابد. حقانی گفته که فرم های آنلاین نسبت به گذشته تغییر کرده و متقاضیان پاسپورت باید از فرم جدید استفاده کنند. به گفته او، ساکنان ولایات باید از ولایت خودشان پاسپورت بگیرند. اداره مرکزی پاسپورت حدود یک ماه پیش به دلیل از کار افتادن تجهیزات از جمله دستگاه های ثبت بایومتریک تعطیل شده بود. با سقوط دولت، موج از مهاجرت از کشور آغاز شده و با این حال تقاضای پاسپورت نیز افزایش یافته است.
شرط امریکا برای ارائه کمک به دولت طالبان. سخنگوی کاخ سفید می گوید اگر طالبان تمام تعهداتشان را در برابر جامعه جهانی اجرا کنند، امریکا آماده است افغانستان را کمک کند. به گزارش اسپوتنیک، دستیار رئیس جمهور امریکا در امور امنیت ملی روز جمعه در سیمینار در شورای روابط خارجی این کشور گفت مقامات ایالات متحده آماده ارائه کمک‌های بشردوستانه به شهروندان افغانستان هستند، اما آنها می‌خواهند که جنبش رادیکال طالبان که کنترل این کشور را به دست گرفته است به تعهدات خود از جمله مبارزه با تروریسم عمل کنند. وی در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص تهدید بحران انسانی در آن کشور گفت ما از افغانستان حمایت می‌کنیم. ایالات متحده بزرگترین کمک کننده برای افغانستان است. در چند ماه گذشته بیش از 500 میلیارد دلار برای نیازهای بشردوستانه در افغانستان از طریق سازمان ملل و سازمانهای غیر دولتی اختصاص داده ایم. او یادآور شد که واشنگتن در ارائه کمکهای بشردوستانه به افغانستان با ساختارهای سازمان ملل و سازمانهای غیر دولتی مداخله نمی کند. وی گفت ما همچنین به طالبان بیان می داریم که اگر می خواهند از هر کشور از جمله ایالات متحده آمریکا کمک مستقیم دریافت کنند، باید به تعهدات اساسی خود، تعهدات بشردوستانه بین‌المللی، تعهدات حقوق بشری و تعهدات خود در زمینه مبارزه با تروریسم عمل کنند. دستیار رهبر آمریکا افزود در حال حاضر با توجه به آنچه ما دیده‌ایم، ایالات متحده و جامعه جهانی باید نه از طریق دولت طالبان، بلکه از طریق نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های غیر دولتی به افغان‌ها کمک کنند. همچنان مشاور امنیت ملی آمریکا در پاسخ به سوال که آیا ایالات متحده آماده است دارایی‌های مسدود شده افغانستان را آزاد کند پاسخ داد وضع پول‌های افغانستان که در ایالات متحده آمریکا مسدود شده است تحت بررسی است، باید تکمیل شود. دستیار رهبر آمریکا اطمینان داد موضوع کلیدی با شورای فصل زمستان ارائه کمک به مردم در سراسر این کشور است. ما تلاش خود را از لحاظ مالی، لوجستیکی و عملیاتی برای ارائه این کمک‌ها به کار خواهیم بست. او گفت این یک موضوع استراتژیک است، زیرا فروپاشی کامل و همه جنبه افغانستان انواع پیامدهای منفی را در پی داشت. وی خاطر نشان کرد که کشورهای همسایه افغانستان نیز تعهدات برای ارائه کمک‌های بشردوستانه دارند. مقام‌های طالبان بارها خواستار آزاد کردن حدود 10 میلیارد ذخایر ارزی افغانستان از بانک‌های آمریکایی شدند. همچنان تازه خراسانی، جهاد در برابر مقاومتگران فرض است. آمر امنیت پنجشیر پس از چند روز سکوت بار دیگر در نوار تصویری با لحن تن با چریکی های جبهه مقاومت هشدار می دهد که از کوه ها پایین شده و بر روند سال به پیوندد. او می گوید که در غیر آن جهاد در مقابلتان فرض است و سرکوب خواهید شد. این در حال است که روز گذشته جبهه مقاومت چنین گفت که 61 طالب مسلح را در چندین ولایت افغانستان کشته و زخمی کردند.